یه موضوع هم راجع به قرض‌الحسنه ها بگم که معمولا شما سوال میکنید. ازدواج و فرزندآوری و اینها در واقع و ودیعه مسکن در طول 8 ماه ابتدایی امسال پرداخت شد. بیش از 100 همت در واقع مجموع پرداختی هست که داشتیم. حدود نزدیک به 90 همت تسهیلات ازدواج بوده و حدود 22 همت هم تسهیلات فرزندآوری بوده که از ابتدای سال تا پایان آبان ما پرداخت شد. یه اقدام دیگه هم که ما انجام دادیم، کیف پولی که صرافی ها در واقع داشتن قبلا تا 100,000 دلار میتونست شارژ بشه، 50% اضافه کردیم، 150,000 دلار میتونه شارژ بشه. اینم به دلیل امکان زیادتر منابعی است که در بازار متشکل وجود داره. نه، هیچ مشکلی بر تامینش وجود نداره. این به عمق بازار و به تامین ارز بیشتر در بازار کمک می‌کنه. سکه بانک مرکزی رو در بورس کالا داشتیم که خب این قیمتش قیمت متعادلی است. به هر میزانی که نیاز در بازار باشد، افراد میتونن بیان این اوراق گواهی سکه رو خریداری بکنن و بانک مرکزی در سر رسید. اگر کسی بخواد سکه رو تحویل بگیره میتونه تحویل بگیره و اگر نخواد میتونه قیمت روز سکه رو از بانک مرکزی دریافت بکنه. لذا این امکان الان در بورس کالا هست، داره فعالیت میکنه و تونسته یه ثباتی رو در بازار ایجاد بکنه. لذا در روزهای گذشته هم ملاحظه فرمودید که یکی دو روز گذشته قیمت سکه هم کاهش پیدا کرد و انشالله به سمت تعادل پیش خواهد رفت. در حوزه ارزی هم ما گواهی ارزی رو تعریف کردیم. در شعب ارزی بانک ملی این امکان الان وجود داره. افرادی که میخوان خودشون رو در مقابل نوسانات نرخ ارز در واقع پوشش ریسک بدن، میتونن بیان این اوراق رو از شعب ارزی بانک ملی که بانک مرکزی البته منتشر کرده این اوراق رو خریداری بکنن، به قیمت امروز بازار متشکل پولشون رو میگذارن، در روز سر رسید به قیمت روز بازار متشکل میتونن معادل ریالی اون رو دریافت بکنن. این هم امکانیه که در شعب بانک ملی فراهم شده برای اونهایی که میخوان خودشون رو در مقابل نوسانات در واقع پوشش ریسک بدن. این امکان هم در شعب بانک ملی وجود داره.